سلام وطنداره عزیزم، صبح زیبای شما و خیر. امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش آرام بوده باشید. سلام گرم ما خدمت تمام عزیزان وطندارای ما هست، چه پشتو زبان چه ازبک زبان، عزیزان دل چه ترکمن، تاجیک و پشه‌ای، ایما، کلتان دوست دارم. عزیزان دل سلامی خواهرتان پذیرا باشید. سلامی دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانه عزیز در سراسر دنیا. امید است که حال همگی شما خوب باشه، هر جای دنیا هستید خوب و خوش و آرام بوده باشید. عزیزان دل، ما پیش از اینکه داستان شروع کنم تشکری میکنم از تمام شما خوبان، عزیزان، خواهرای دوست داشتنی ما. ویدیوها را نشر کنین عزیزان ما، از شما خواهش دارم ویدیوها را نشر کنین تا در دسترس بعضی خواهرای ما که هست قرار بگیره در سراسر دنیا. عزیزان ویدیوها بسیار داستانایی هست که مردم ما باید بشنوند و در هر جای دنیا که هستید باید آگاه شوید. داستانا زیادترشان برای عبرت دیگران هست که بعضی زنا ببینن یا مردا ببینن خشونت نکنن و زنا ببینن، زنایی که در سرشان چی تیر شده و زنای دیگه یاد بگیرن، یا دخترها ببینن، دخترایی که نوجوان هستن یاد بگیرن که ببین در سر دختر چی تیر شده و من نباید کارا بکنم. ویدیوهای هر رقم در یوتیوب چینل ما هست عزیزان، درباره خواهرای ما و درباره برادرای ما. خب تشکری میکنم از یکایک شما، از خواهر زیبا و دوست داشتنی ما که از کشوری روسیه، یعنی از مسکو، از نمیفهمم از کجا هست، که کامنت کرده بود من سلام دارم خدمت شما. من اولین کامنت بود که از کشور روسیه گرفتم و اولین نفر شما بودین که من تا حالا نه از کشور روسیه، یعنی از مسکو یا از دیگه جاهای روسیه، نه در فیسبوک مسیج گرفتم نه در اینستاگرام، اولین نفری بودین که بر من کامنت دادین. دوستت دارم هر جای دنیا هستی، موفق و پیروز باشی. من بارها گفتم که افغانای ما در سراسر دنیا عزیزان تید و پاشان شدن، به خاطری که ما کشور ما چندین سال هست مورد تجاوز و مورد جنگ و خونریزی و کشت و کشتار هست و کیالی هم که تروریست گرفته که هیچ نمیشه داخلش زندگی کرد. به خاطر همون مردم ما در هر جای تید و پاشان هست عزیزان. خواه عزیزان دل، سلام های گرم مرا در هر جای دنیا هستید پذیرا باشین. دوستتان دارم عزیزان دل، دوست دارم که شب و روز با شما باشم، به خاطری که کار میکنم تایمم یکمی کمتر است، بعضی وقتا نمیرسم، مگر نه بسیار فعال هستم. بازم هرچند که خب سن و سالی از ماها گذشته و یکمی خسته و مانده میشم، باز تنبلی میکنم. خب عزیزان دل، امروز داستانی دختری افغانی هم جنس قرار دارم با شما که یعنی هم جنس باز هستن و سه تا اولاد دارن. عزیزان دل، سه تا اولاد دارن اینا، در حالی که از اینا از هم جنس خودشان خوششان میآیند. خب البته در کشور ما آزادی نیست عزیزان که دایی تو دخترها یا ایتو بچه ها آزادی بتن. در او کشور اگر اطاعت از مرد نکرد کشته میشه، چی هم جنسگرا باشه چی هر چی که باشه، در او کشور باید خفت بگیری، خفت تو و چپ ما یا گبه که میزنه اینم تو هسته. اونجا مرد سالاری و ملا سالاری هست، مرد اول ملا سالاری، بعد زیر پای ملا مرد سالاری. دور از خوبای ما باشم، مردای ما شدن دوست دخترای ملا، مردای افغانستان کلشان، امینایی که اینا رو قبول دارن، امینایی که میرن زیر منبر همی بچه بازا و بچه بریشا میشنن، امینایی که اینا رو میگن ها ای از اسلام گپ میزنه، این امینا کلشان با همی ملاها رابطه دارن. دور از خوبای ما باشه که از ملاها کسایی که بعدشان میایه اینا آدمای خوب هستن. اینایی که میگن ملا خوب هسته یه حتما کت ملا تارنار دارن عزیزان دل.
خب به خاطر همی که بچه بازی را اینا در افغانستان رسم کردن، ملا زن ستیزی و زن کشی را در کشور رسم کردن، ملا هیچ دینی غیر از مسلمان کس نمیتونه در کشور زندگی کنه، کی رسم کرده؟ ملا. حکم کشی کدام غیر مسلمان میته؟ کی میته؟ ملا. زن که میگه سنگسار کو بکش بزن، فرخونده رخشانه اینه امروز چند روز چهار روز پیش دختر در کشورهای اروپایی کشته شد، کی دستور میته؟ ملا. ریشه همین دختری که در آلمان کشته شده پیدا کنین، ببینین شویش از کی دستور گرفته؟ از ملا. خداوند اینا رو نیست و نابود کنه. گفتم من در یک جای کامنت کرده بودم که هر جوانی ملا، هر جوانی افغان یک ملا را اگر نابود کنه این افغانستان بهشت میشه. خو عزیزان دل، به خاطر این دوباره از ملا گفتم، به خاطر که نمی افغانستان هم جنسگرا دارن و هم جنس باز دارن، از ترس ملاها اینا بروز نمیتونه. ملا میگه ای تو چیزا وجود نداره، زن اگه زن بود باید مرد از او استفاده کنه. یعنی چی که زن از زن خوش میه؟ اینا هستن، خداوند اینا را متعافریده، خداوند هر انسانی را هر رقم آفریده و نمو همونتو میباشه. او را نه ملا میتونه چنج کنه نه شیطان، هیچ کسی چنج نمیتونه او را. ملا مخوامی بچه شیطان است عزیزان. خو عزیزان دل، خواهر ما در شهر زیبای کابل ما، یعنی پایتخت افغانستان، عزیزان دل در همونجا تولد شدن و همونجا اینا کلان شدن و همونجا عروسی کردن. ما داستان فعلا از کابل گرفتیم عزیزان، داستان فعلا خواهر ما در کابل زندگی میکنن. میگه سالها پیش که ما، یعنی فعلا سه اولاد دارن که اولاد کلان اینا 14 ساله است و خورد اینا خوردش البته یک 8-9 ساله باشه که میگه خوردم هم تقریبا جوان میشه. خو عزیزان دل، میگه من در کابل به دنیا آمدم، من نامشه نمیگیرم عزیزان دل، نگرفتم، چون من هرچند که خودشان گفته که مرا بگو از کابل هستم، میگه ای تو رسمات افغانستان نبوده و ما سوختیم. میگه من سالهاست که سوختم، من از دو اینا را از این شوهر سومش هسته که عروسی کردن، اینا از دو شوهر طلاق گرفتن، یعنی نساختن، که اینی سومی رو میره در زور دشوی داده که البته از سومی اولاد نداره و اولادا همی سه اولادی که داره دو تایش از یک مردکه هسته، یکش از یک مردکه که یکش پیش خودش هسته و دو تای دیگه در پیش شوهر اولیش هسته. عزیزان دل، اینا میگم من در سنی 11 ساله بودم، 12 ساله بودم که من احساس میکردم که من دخترها را خوشم میایه. هر جایی که دختر بود دلم بود که اینا بازی کنم و ماش میکردم و اینا را خود ما دخترکای قوما با هم دیگه بودیم، کسی نمیفهمید که من هم جنس باز هستم. میگم من مکتب میرفتم و بسیار دوست و دوست باز و رفیق باز بودم و می دوستای دختر بسیار داشتم، ولی من از اونا درخواست میکردم که اونا خانه ما بیاید، چون ما اولی ما کلان بود. پدر ما یک دکانداری، چند تا دکان داشت، یعنی پدر ما تجاری از خارج از کشور هند و چاینا و از کشور ایران و کشور همسایه سودا می آورد و از اونجا می برد، یعنی واردات صادرات داشتن. میگه خانه ما بسیار کلان بود، من دوستای دختر ما را، دوست دخترایی که داشتم در مکتب، اونا را خانه می آوردم. تا اینکه من از این کارا را اینا از 11 سالگی 10 سالگی شروع کرده بوده، تا اینکه مگه 12 ساله شدم که یک روز یک دختری که بسیار با من دوست بودی را خانه آورده بودم که من در خانه همراه امی که شروع کردم در کارایی که دختر بعدش آمد که چی میکنی؟ در من مرا دو زد که چندشون میایه، یعنی کاری بچه ها رو میکنی؟ این چه کار است؟ خب عزیزان دل، خب هم جنسگرا، یعنی هم جنس باز بودن اینا. میگه خلاصه ای بعد از او در پیش هر کسی شیش نام مرا بد کرد، گفت اینی دختر در خانهش میبره دخترها را و کتش کار خراب میکنه. میگه من از تو خوشم میایه. میگه من برای یک چند وقت بسیار در سرم بد خورده بود، یعنی میشرمیدم، کلگی از من یک طرفه شده بود و من در مکتب که میرفتم دوستایی نداشتم، حتی من سعی میکردم در خانه تلاش میکردم دختر ماما و خاله که داشتم در سنی ده پنج شش نه
ده یازده یا نو یا هشت که بود خانه می آوردم که اونا ساتیری می کردم. تا اینکه میگم من 13 ساله شدم بر من خواستگار آمد و پدرم مرا در شوی داد. اینقدر من گریان می کردم که من از مردکه بدم می آیا ولی پدرم مرا در شوهر داد. او یک از فامیل ما بود، یک از قوم و خیشای بابه ما، پدر ما که مرا دو نامزاد کرد. وقتی مرا دو نامزاد کرده بود و خانه ما که میامد، من بسیار چندشم میامد که در پیش رو بشنم. حتی من روزایی میشد که او میامد خانه ما، ما کتی او یعنی بغل پشتی میشدیم که او اگر در من دست میزد، من او را میزدم، یعنی کتی او مثل یک مرد کتی او رفتار میکرد. او بیشتر در من میگفت که ای چطور رسم است مثل ایت قوارد کل حرکات های تو مثل زن نیست مثل مرد است، تو چرا ای تو هستی؟ میگفتم تو رو خوش ندارم. خلاصه میگه عزیزان آروسی کردیم مرا برد خانه شان و ما در این خانه ای بودم که از این زن و شوی بودیم، ولی ما از این هیچ خوشم نمی آمده. قدر من لدا از این میخوردم چون ای بزرگ کت من بستر میشد من نمیماندم، یعنی چندشم میامد وقتی نزدیک میشد دم خیال میکردم برق میگیرم را. خب دو تا اولاد هم میگه در خانه اینا کردم و بالاخره من بین دو تا اولاد من 3-4 بار خانه پدرم آمدم که مرا میزنه بانه میکردم که را مرا دوست ندارم، میزنه آزارم میده که تا بالاخره من مجبور کردم فامیل ما که اینا راضی شدن که طلاق ما بگیره که دو حتی اونا اولادم از پیشم گرفتم. من هیچ در قصهش نشدم، گفتم مقصد من از این طلاق بگیرم. از این طلاق گرفتم، میگم من چند وقتی را من کوشش میکردم که زنها را پیدا کنم یا دخترهای همسن خودم را پیدا کنم که من کت از اونا سادمتیر کنم. من خوشی من دایی بود همیشه اما می زنانه میرفتم و زنها را همونجا میرفتم پیش زنها که پشت تو را کسه کنم یا مثال یک کار کنم. بسیار بر من لذت داشت وقتی که کت زنها بودم. تا اینکه من در خانه پدرم بعد از اینکه طلاق گرفتم 2 سال ماندم، بسیار خواستگارا می آمد. چون پدرم مرد پیسه دار پولدار بود، بر ما خواستگار بسیار می آمد و مرا خواستگاری می کردن و ما هم یک دختر زیبا و مقبول بودم. وقتی که خواستگار می آمد من زاری می کردم مادر و پدرم که من شوی نمی کنم، مرا در شوی نتین، من خوش ندارم آرسی کنم، من میشینم کارتان می کنم در خانه تان. میگه مادر پدرم میگفت نمیشه، تو نمیشه که تو را ما در خانه بانیم، دختر جوان مردم چی میگه باید آرسی کنی، خیر است که حالا از او طلاق گرفته. میگه خلاصه مرا در یک مردکه دیگه داد. میگه کت از او من امو روزگار کت از او داشتم، شوا در روی تخت خواب حتی جنگا میکردیم که او مرا میزد، مورا میزدم، مرا لط میکرد، مورا چیز بد میگفتم. خلاصه تیر کردیم تا من از او معامله شدم یک اولاد کردم. یعنی قدر من کت از این جنگ و جنجال میکردم که ای مجبور شد مادرش گفت که من کت از این نمیتونم گزاره کنم، من بر خود زن میگیرم. ای دیوانه است بیخی. من امرای ای میگم میرفت پیش مادرش درد میکرد، میگفت چی بلا را بر من گرفته، این هیچ آدم نیست، دیوانه ها وری هستن. میگه خبر نداشت که من از مرد خوشم نمیایه، کت مرد راحت نیستم، یعنی راحت نبودم. چرا کت مردای فامیل بگو بخند میکردم، قصه میکردم، ولی مردی که در من نزدیک میشد بر من بسیار چندشاور بود و خوش نداشتم. در نظرم میرسید که هر لحظه سرم تجاوز میشه. تا اینکه عزیزان میگه یه خواهر خورد داشت و که من شروع کردم کت خواهر ازی ارتباط برقرار کردن، کت خوار ازی بازی میکردم. خوردم نبوده، ای خوار ازی البته یک 12 ساله هم قاو بوده. میگه کت خوار ای ساتری میکردم، یام خوشش میامد ایش بعدش نمیامد. ما وی بسیار با هم دیگه دوست شده بودیم، در نیاز میرفتیم او بازی میکردیم و هر کاری که بازم کت خوار ای خوش بودم، ولی بیادر ای که در من نزدیک میشد امو جنگ ما. که خلاصه اینا یک خوار ای برش خواستگار آمد و خواری 13 ساله 14 ساله شد و خواری رفت آرسی کرد و من بچه من 3 ساله شد که من خواستم که یک کار بکنم که مرد از مردی بفته و دیگه هیچ پیش من خواه نکنه. میگه از هر کس پرسان میکردم که این مرد چی قسمی میشه از مردی بانی، میگفت یعنی چی؟ میگفتم یه چی شوهرم میپرسم، میگه این یک که هسته بسیار دوستای شوهرم هسته که از شوهرم پرسان کرده که
ما زن ندارم چی کار کنم که کار کنم هم شهوت ما کم شوه. میگه که دختری هوشیار بودم. میگه یک زن دما گفت که ما تا جای شنیدم میگه کافور که بیتی مردا شهوتش کم میشه. میگه تلاش کردم کافر پیدا کردم که ده این مرد که کافور بتام. میگه کافور را در جیبم کرده بودم که من ایره در قد نانی گد کنم یک چند بار. میگیر از یک جای پیدا کرده بودم در خانه مانده نمیتونستم که یعنی خوشویم نبینه. میگه در جیبم بود که اما تو که شو که خو شیرین خو که شوهرم میبینه که در جیبی یک چیز هسته از جیبم ایره در میاره. مورا در بیرون ایره رفته در کدام جای پیش جلوی برق یا چراغ الکین یا گیس میگیره که ای چی هسته. خود چون داخل پلاستیک بوده و نه نوشته ای داشته نه دیگه ای خیال میکنه که نمک بمک هسته. ایره دو مو کرده ایره در مادرش میته. مچیم که او کافور چی رنگی هسته، مثل نمک هسته یا مثل شکر هسته یا مثل پودر هسته، هر چی هسته. از آن دل من ندیدم، فقط مادرم اینا میگفت در چشم مرده را ایره میمانه، ولی اونو مردا را میگه مردیش کم میکنه. خو عزیزان دل میگه ای را ای پوت میکنه از صبح را در مادرش میگه چی هسته. مادرش که میبینه وی گفته ای کافور هسته. گفته ای چی به درد میخوره؟ گفته ای بچه می بسیار بد هسته. میگه ای را زن بخوره، زن از زنی میمانه، مرد بخوره، مرد از مردی میمانه. ای را کمره میشنه های مرد بسیار میترسه که میخوای مر از مردی بندازه. در مادرش میگه ما ایر از جیب زنم پیدا کردیم که اینا جنگ اینا میخیزه. ای را بسیار میزنه و ای را برده خانه بابش مندازه که ما ای دیوانه را کار نداریم، میخواه بچه مرا کافور بته و از مردی بندازه. خب خلاصه ای را این دفعه دومی شوی شیر طلاق میته که یک بچه ای را بسیار بچه ناجور میشده و گریه میکرده که خوشویش دلش درم میای میای بچه ای را برای میته. میگه بچه تام از خودت باشه، من چون برای بچه من میخوام زن بگیرم، نمیخوایم که یک بچه به مادر در پیش آروس دیگه ما باشه. خب خلاصه این بچه پیش از این می باشه، این دختر یک 4-5 سال دیگه هم در خانه بابش زندگی میکنه که پدری میمره فوت میکنه و بیادری میمانه امرای مادری بسیار پیر میشه و اینا که ای باز برای از خواستگار میایه. خواستگار که میایه بیادرها ای را مجبور میکنه که تا باید شوی کنی، ما تمام سال نمیتونیم تراوش کنیم. ای میگه من هم کارهای من کده میرفتم، یعنی ما هم جنس باز هستم و زن هر زنی که باشه که ببینم خوشم میاد. تو که ملاها زن میبینه زن ملاها زن که میبینه تق تق پایش که میشنه و از خود به خود میشن. این خواهره که ما مموتو میگم، میگه من زنه که میبینم از خود به خود میشم. خدا نجات بده یک زن در فامیل ما مموتو باشه یا در فامیل شما. خلوته عزیزان دل دروغ نیست، هیچ چیز دروغ نیست. اینم داستانایی که من میگم حقیقت هستن کلشان. هیچ کسی در خودش دروغ بسته نمیکنه که بیایه بگویه که من اینی قسم هستم و هیچ کسی داستان دروغ تعریف نمیکنه که بگویه من داستان یکی دیگر را تعریف کنه. اتو نیست، من در سری مردم ما باور دارم و تا باورم نکنم داستان کس عزیزان دل نشر نمیکنم. البته این خواهر ما که بر ما پیام داد و ویس روان کرد و شوهرشان هم بغل شیشتگی بود، دوتایشان صدایش میامد و شوهرش میگفت لطفاً بر مردم افغانستان بگوین قبول کنن که ما هم زنی هم جنسگرا داریم و هم مردی هم جنسگرا. چرا این مردم قبول نمیکنن؟ البته این یک باد هواست و که من میگم که در باد میره. مردم ما هیچ وقت حقیقت قبول نکردن. اینمی هر چی که برخلاف حقیقت باشه اینا گوش میکنن ولی ای را گوش نمیکنن. اینا میگن خداوند هم جنسگرا را خلق نکرده، ولی خداوند یک جادوگر خلق کرده که جادو به تد مردم که زمین و زمان به هم میرزه. بعضی ها شنیدم میگه فلانی یک رقم جادو میکنه که زمین و زبان به هم میرزه. بابا دروغ هسته، این مولای نشوشته اینا چی را یاد داره که جادو بته؟ دعا کلش در خداوند دعا کو قبول میشه. اینا چیزی یاد نداره که زمین به هم بریزه یا زمانه. یا مثال خواهر ما که میگفت جین دارم. خب جین نه که کلتان میگین هست عزیزان دل، ما میگم چون در قرآن شریف آمده، ولی جن ایقا اجازه نداره که برای کتی یک نفر هم بستر شوه یا دو دستور بده که تو ایتو بکو تو ایتو بکو. اگه او تو باشه
او تو باشد، چرا من خود من یک شوهر جن میگیرم، یک شوهر جن میگم، من امرو یک جن آرسی میکنم، میخوایم که می جن از بانگای امریکا روستا بگار برای من پیسه بیاره فقط. خود جن کس نمیبینه، میره در حسابداری هرچی پیسه بود دم بیاره، من راحت یک ما اینجا باشم، یک ما برم سویزرلند، یک ما برم ایتالیا بهترین کشور زیبای روم ببینم، یک ما برم فرانسه، یک ما دیگه برم جرمنی، دنمارک، سویدن، برم کشورهای دیگه، هند عزیزان دل، ترکیه، هلند، تمام دنیا را ما از جن میخواییم بر ما آماده بسازه. ولی قبول نکنین خواهرای من، اینا کلشان اینا حقیقت نیستن، اینا مردما، بعضی پالگرا، اینم کسایی که استخاره میکنه. چرا استخاره حافظه؟ ما دمو عقیده ندارم. اگه دمو عقیده میکنین خون حافظ است، یک چیزی میایه روبروی میخوانین. ولی هیچ وقتی عقیده در جن و پری و اینا نکنین که کتمه ای تو بود، کتمه او تو بود. خب بازم ای را خودتان اختیار دارین، کس نمیتونه کسی را چنج کنه. این منظور ما ای بود که مردم ما حقیقت قبول نمیکنه، ولی دروغ بسیار زود آویزون گوشایشان میکنن، این حلقه میکنن در گوششان چیزای دروغ. ولی من خود من بنده گناهکار خداوند، نه در جن عقیده دارم که چی کنه چی نکنه، و در جادو اینمی تو مثل او خوردن بیاره در دانمه بتا در من کار نمیکنه، چون دروغ هستم. خو عزیزان، خواهر ما را که بیادرایش مجبور میکنه که باید آرسی کنی، تو اولاد داری و اولادت کلان شده، تو جوان تا که میشینی، خودش میگه میگه اینا مرا مجبور کردن، دوباره خواستگار میامده و کمی شوهرش که حالی باهاش هست ایره دهی میتن. وقتی که ایره دهی نکاح میکنه، خب چون آرسی سه عمر بارش بوده نکاحش، بسیار آرسی نمیگیره، اما تو یک چهار نفر نان میتن و ایره چون این مردکه از زنش مرده بوده، دو تا اولاد داشته، ایره در سر همی دو تا اولاد ایره میتن، خب ای کتازی آرسی میکنه. وقتی که نکاح میکنه ای دهی مردکه میگه من از شوهر اولیم به خاطر خوشم نمیامد طلاق گرفتم، دومیم خوشم نمیامد مرد از زور طلاق داد، ولی من از مرد خوشم نمیایه. مرد میگه، این شوهرش میگه چرا که از مرد خوشت نمیایه؟ یعنی مردا که تو بدی میکنم، میگه که نه از چی مرد خوشت نمیایه؟ میگه راست پرکنده برش میگه، گفتم مرد که دمه اینمه تو مرا تچ کنه، مرا برق میگیره و احساس محبت دمه که بکنم، من بسیار چندشاور هسته بر من. باز شویش میگه من تو رو کار میکنم که تو در ما مخته شوی، تو نمیشه که تو از کل مردا بترسی. ای میگه نمیشه، ما که تو آرسی کردیم، نکاح کردیم و خاطر بیادرایم، ولی مجبور میشه که مرا طلاق بدی. مردکم میگه نه، من تو رو طلاق نمیدم، هر رقم که باشی من تو رو قبول میکنم. خب خلاصه اینا چند وقتی با هم دیگه زندگی میکنن و بدیل مردکه، البته مردکه بدیل بدیل ای میکرده که ببینم ای از چی خوشش میاد که من همو کارا بکنم که ای کتمه و مختر شوم. دختری خانم بسیار زیبا و مقبول و هیکل و قواره و کلش برابر و مقبول بوده، حتی بچهش هم قبول کرده بوده، میگفتم من کار میکنم که تو دما مختر شوی. خود چون این دختر از پدرش هم میگه از پدر من بریم ثروت و یک مقدار زمین و پیسه مانده، شاید همین مردکه به خاطر همی گرفته ای را یا به خاطر خوبی خودش گرفته، خوب گرفته. میگه هر کاری شوهرم میکرد من خوش داشتم، وقتی که طرف تخت خواب میرفتی میگفتم خدایا چی کنم. برش میگفتم میشه امشب میمان باشم بر تو دم دست نزنی؟ میگفتم میشه. آخر تا یک مرایی مردک بخی در جان میرسه، میگه چطور میمان باشه ای؟ تمام روزه که نمیشه، تمام شبه که یک شبی رو میگه عزیزم نمیشه و تمام وقت تو میمان ما باشی، تو زن ما هستی، حالا خود ما تو دختر کلان نیستی که ما تو باید هم بستر شویم. خلاصه ای میگه ما چشمای ما میبندم بسته میکنم، ولی اگر شب ما تو را زدم یا لد کردم یا تله دادم، یعنی تو سعی کن نترسی، چون من کت مردا جور نیستم. خب و خلاصه او شو تیر میشه، در یک رقمی تیر میکنن اینا. مردکه بسیار تعجب میکنه، میگه ای چی تو زن هسته؟ خب من زن دیگه ام که بود، خب مردکه دیده بوده زن دیگه ام بود که تو نبود خوشش میامد یا مثال مشت لغت نمیزد.
خود دیگه همیشه این شوهرشی رو میگه من چی کنم تو از من خوشت بیایم. میگه تو خوب هستی هیچ چیز نکن. میگه نه من میخوایم دیگه هر جایی که خوب باشم هم تخت خواب هم اکتا تو خوش دیر کنی مرد ما. زن برش میگه که من از مرد خوشم نمیایم. این را برای تو میگم و تو میفهمی یا نمیفهمی، من فقط زن خوش دارم. شوهرش میگه چی؟ یعنی تو هم جنس باز هستی؟ میگه روز اول من برای تو گفتم نفهمیدی. میگه که من تو گفتی من از مردا خوشم نمیه، من خیال کردم زیاد شوید که تو بدی کرده تو بدت میاد. یعنی تو خوش داری که کت زنا باشی؟ میگه آه. میگه از چی لذت میبری؟ شویش میگه شویش از این میپرسه. این میگه با زنا که باشم بسیار برای من خوش میگذره. مردکم میمانه گفته من یالی چی کنم همراهی تو؟ ما که نمیتونم تو رو پس طلاق بتم، ما تو پیسه مصرف کردیم و خو افغانستان هسته، باید قلین بته در روی و هر چی که زنی سیومین بارشان باشه و خدا یک زن در افغانستان شوهر دومش باشه فامیلش پیسه میگیرن نگیره خونه میکشن. میگه در سری پیسه مصرف نکردیم، اینه یکی دیگه مردم ما تو مردم هستن، این رو کل ما و شما میفهمیم. خو عزیزان شوهر بیچاره سرش میخوره در سنگ لحد. میگه تو چرا اول ده من نگفتی من هم جنسگرا هستم، هم جنس باز هستم؟ میگه اگه من تو میگفتم یعنی تو قبول میکردی مردک؟ هم میگه ها من میفهمم که هستم، هم جنس باز وجود داره در افغانستان ولی کس نمیتونه صدایشو بکشن. بازن میگه که چی کنیم میاله که من تو هستم؟ گفته بیا زندگی میکنی مردوی ما، ولی تو دم کار نداشته باش، من تو کار نداشته باشم. هر وقتی مرد میگه تو از من خوشت آمد، خوبیا در تخت خواب من خواب کن، اگه خوشت نامد هر دوی ما هم تو زندگی میکنیم مثل دو تا رفیق و دو تا دوست، که یعنی اگه تو بیادرم مرا خطاب کنی ما بیادر تو میشم، ولی تو که تو دلت نباشه هر شب جنگ ما به غلطه و جنگ ما به خیزم من دیگه کارت ندارم. ولی من میفهمم که هم جنسگرا وجود داره، خداوند دست کرده، من نه تو رو میزنم نه تو رو طلاق میتم، هر دوی ما زندگی میکنیم. خب خلاصه عزیزان دل، اینا با هم دیگه زندگی میکنن چند وقت را که من یک داستانی از یک خواهری هم جنسگرای ما دارم که فعلا در فکر کنم در فرانسه هستن، که اینا میگه ما داستانا را دنبال میکردیم که این داستان دیدیم. میگه شوهرم مرا نشان داد که ببین در افغانستان ما که میگم هسته، تو میگه نه تنها ما بودیم، غیر تو دیگه کس هم هسته. میگه داستانا را دیدیم و ما هر دو تلاش کردیم که با خودت در تماس شویم و داستان بر شما روان کنیم. فعلا ما دیگه اولاد نکردیم چون ما کتیج شوهرم مثل دو تا دوست در خانه هستیم و شوهرشم از اوجا میگفت خدا هیچ مردی را گرفتار همچین زنی نکنه. میگفت ما کتی کباب و بریان شدم خواهر جان در خانه. میگفت دمی خانه هستیم زندگی میکنیم ولی این هیچ حسی نسبت به من نداره، ولی من ایره بسیار دوست دارم. این مثل یک دوست من کت از این زندگی میکنم و هیچ کسی هم خبر نداره از اتفاق ما که در بین خانه ما همچین چیزی هست. دو تا اولاد دارم، اولادایم کلان شده عروسی کردن و من همراهی امی خانوم هستم و همراهی اولاد بچه ازی هم میال کلان شده نام خدا، که چند بار قصد کرده که پدرش بابش بیایی رو بگیره ولی بچه نرفته، که مادرشان میگه اگه بیای بو برم من راضی هستم، من خوش دارم که پیش بابش باشم. ولی یعنی خواهر ما، یا من میگم خواهر ما که فعلا در کابل است، یک از همجنسگرای زن هستن عزیزان، که خانم بسیار زیبا و مقبول که شوهرش تعریف کرد، ولی سه باری عروسی کرده، سه تا اولاد هم داره. بازم ببینین کلچر غلط ما را، در هر کشوری باشه همجنسگرا آزاد است، البته در ایران هم آزاد نیست عزیزان، نمیمانه همی هر جایی که ملا زیاد بود نمیمانه، میگه باید همجنسگرا هم باشه کتی مردا خواه کنه، اگه نباشه هم خواهی نده. کشور امریکا آزاد است و در کل دنیا آزاد است بجز افغانستان و ایران، و ما شنیدیم در چاینا هم، یا چاینا یا کوریا، یک از همی کشور را فکر کنم چاینا هستن همجنسگرا را نمیمانه، فکر کنم کوریا است یا چاینا است، نمیفهمم کشورها هم هست کشور آسیایی، نمیمانه. یعنی دولت میگه قانون نیست، همچین چیزی نیست، همچین چیزی وجود نداره. البته
در دین مردم های یهود هم نیستم میگه. یعنی چی که میگه هم جنسگرا وجود ندارم. عزیزان دل هستن، خواهر ما فعلا در کابل زندگی میکنه و ای با ای برادری نرمال و خوبی ما که فعلا در کابل هستن اینا زندگی میکنه و زندگیشان مثل دو تا دوست در خانه سپری میکنن. مرد کار میکنه، خرج خانه رو میاره و این زن کار خانه رو میکنه، نان پخته میکنه و نمیفهمون که کدام رفیق زن داره یا نداره. ما ایره چون شوهرش بود در اینستاگرام گپ میزدیم مسنجر، ما خجالت کشتم که از این پرسان کنم که کدام دوست ماست، دختر داری یا نه، یا تو خوش کستی. خب عزیزان دل، خواهرای دوست داشتنی ما، امیدوار هستم که داستانو گوش کنین و درباره هم جنسگرایی افغانستان گپ بزنین. بچه بازی در کشور رسم و رواج است، یعنی دختر بازی نیست. یعنی بچه همراه بچه میتونه باشه ولی دختر همراه دختر مردم ما میگه در دین و مذهب ما نیست. من خودم هم عزیزان دل تا جایی تا وقتایی که من در امریکا نامده بودم همچین چیزا بر من قابل قبول نبود. یعنی باورم نمیشد، میگفتم نیست. یعنی چی؟ قد خود میگوتم بعض وقتا میشتم یعنی چی؟ که زن از زن خوشش بیای میگم چی چیزی هستم. ولی وقتی که آمدم از نزدیک، البته این من در هندوستان دیدم که وقتی از در هندوستان آمد دیدم و در از هندوستان که آمدیم امریکا اینجا میبینم که عادی است برای مردم دنیا، برای مردم امریکا هیچ کسی سرش نگب میزنه نه دیگه، هر کس همو زنا امرای زنا عرسی میکنن زندگی میکنن. دو تا زن میبینی، یا مو رو میگه هازبینم و می رو میگه هازبینم، یعنی دو تایشان برای یکی دیگه شان شوهر هستن. هیچ باکی نیست در کشور ها، ولی در کشور ما خیلی چیزا عزیزان دل ممنوع است، یعنی قطعن است برای مردم ما. خوبی ها آرایش ها میخواه از زنا کم کنن که وا ویلا، ابرو را میخواهد دیگه کس نچینن، یوم قوز بالا قوز، هیچ چیز خو امام بسته، سینما بسته، پارک بسته، کل دنیا بسته در درون افغانستان. یال آرایش هم میگه نکنین، بوتایی که کم کوری داشته باشن خو از اول طالب آمد و بند شد دیگه. چادری ها را گفتن نباید دیگه خامک باشه رویش. همه دیروز پر روز یک ملا اعلان کرده که چادری اگه در رویش خامک دوزی بود او زن 60 ضربه باید شلاق بخوره، که او چرا 20,000 یا 15,000 یا 10,000 روی یک چادر میته که او را خامک کاری کنه، که ما در او چاو خامک ها را که ما ببینیم ما از خود به خود میشیم. میشن دیگه عزیزان دل، وقت آدم مفتخور روز تا بیگار فقط بشینه فکرش طرف دم داخل تنبانش باشه او در هر چیز به خود میشه. او ما را ببینه به خود میشه، یک پیشگ سیار را ببینه به خود میشه، پیشگ زرد یا سگ کوچگوهایی که سگای هست تو پاپی پاپی گاکا اونونا رو ببینه به خود میشه، مرغ ببینه به خود میشه. خب میشه دیگه آدم مفتخور در چیز به خود میشه. اگه آدم کار کنه زامت بکشه، جوالیگری کنه یا مثال در دکان کار کنه یا در یک بازار کار کنه، در کمپانی کار کنه، روز تا بیار در پشت میز باشه کار کنه و خدا اگه ای اگه شو به خود بان که اگه با خودم شوه زنش بس باری را تکان بتا مرد امشب هر دوی ما بچه رو کتمه سعی نمیکنی و من بیدار هستم، میگه زن کار نگیر من بسیار مانده هستم، همین تو گب هم هستم. ولی یک نفری که روز تا بگار خو باشه بخو مفت مفت پلاو چلاو کباب هر زده دروغ دروغ چل دروغ هم میگن، یکی میایه که به خمس مسته، یکی میایه به سهم مسته، یکی میایه به اینی رو بگیر ملاسای تو امروز بر ما زیاد گب زده گفتی چهار تا زن بگیر. خو اینا میخورن اینا مست میشن دیگه، بدون الکل اینا مست هستن. ما قدیما شنیده بودیم فلانی گوشنه مست هستن، اینا گوشنه مست نیست، اینا سر مست هستن. ای که عر میزنن و گریه میکنن که پیغمبر اسلام اگه خبر شوه که گیم بر آمده، یک گیم هست عزیزان بازی میکنه بچه ها. یک ملا عر میزد، البته ملا ایمان بود در کابل، هر میزد که پیغمبر اسلام اگه خبر شوه که گیم بر آمده باور کنین امامیش پیغمبر اسلام در زمین میزنه که چرا یه گیم بر آمده. هر میزد تو گریه میکرد، خود چون اگه گریه نکنه کسی باور نمیکنه، او که گریه کرد
ای هم گریه میکنه، مثل او هم گریه میکنه. مثل که یکی پرسان کرده بود که شما میرین دمی زیر منبر ملا میشنین چی کار میکنین؟ کشکایتان میایه. یکی گفته بود من پیاز میبرم، یکی گفته بود که من چون یکان جای من گاز میگیرم که درد کنه گریم بگیره، یکی گفته بود که کدام چیز نمرده، گفته بود چی مثال، گفته پدر کلانت مادر کلانت، گفت نیه کلش زنده است، گفت خو هیچ کس در خانه تا نیه چیز نمرده، گفته چرا، گساله مادرم پارسال مرده بود، گفته امور را یادت بیار. وقتی که اینا گب میزنه بگوی وای گساله قمه داشت اینه قبود، گساله اگه گو میشد اینه تو میشد، گساله اگه گساله میکرد چقدر پیسه میگرفتیم، گوساله اگر نرگو میشد چقدر خوب میشد، گوساله اگر مدگو میشد چقدر شیر میداد. گفت بعد گریت میگیره، اینا مموتو شده، اینا که هر میزنن ای نرای به سواده که میرن میشنن اینا رو گوش میکنن، اینا مر میزنن. خب عزیزان دل، خواهرای دوست داشتنی، من امیدوار هستم که داستان قابل قبولتان باشه و هر جای دنیا هستید سربلند و سرفراز زندگی کنید، در پناه خداوند آرام و آسوده باشید. همیشه دعاگوی شما هستم خداوند همه ما را در راه راست هدایت کنه و همیشه تن سالم بر ما بده، تن سالم داشته باشیم. خداوند دو چشم ما را از ما نگیره، دو پای ما را از ما نگیره، دو تا دست ما را از ما نگیره و بهترین چیز زبانی ما را از ما نگیره، که ما زبان داشته باشیم درباره اینا گپ بزنیم. خب خواهرای دوست داشتنی ما و برادرای بسیار عزیز ما، داستان همینجا تمام میکنم. فعلا خواهر و برادر ما در کابل زندگی میکنن و زندگی تقریبا خوبی را دارن، یعنی با هم دیگه جنگ و دعوا نداریم، میگه جنگ نمیکنیم، جنگ نکردیم هیچ وقتی، نرمال زندگی میکنیم. بسیار یک آدمی خوبی نصیب اینا شده، این شوهر سومش، وگرنه خدا میفهمه که ایره زیر سنگسار طالبا کشته میشد، هیچ چی میشد در حق فرخندگه که ما که هیچ چیز نکرده بود تکه پاره کردن، یعنی هزاران در هزار نفر در سر این ریختن و با سنگ و چوب و کلوخی را زدن. یکی از را ترمشت میگفت چی شده، میگفتی قرآن سوزانده بود و بزن بزن تو هم در بیشت میری که خداوند نیست و نابودشان کنه. هر کسی سنگی در سری فرخنده زده، سنگی آسمانی در سری بسته، فامیلش بخوره و خودش، که از دنیا و آخرت اینا مرتد برن. همچین خواهرای دیگه ما که در افغانستان مورد سنگسار قرار میگیره، خداوند هر کسی هر سنگی را در سری هر زنی میزنه، سنگ خداوند در سرش بخوره، که اینا دستشان همونجا خشک شوه، که دیگه سنگ گرفته نتانه، که یک درس عبرت شد برای کسایی که زنا را سنگسار میکنن. خداوند نیست و نابودشان کنه کسایی که زن ستیز هستن، نیست و نابودشان کنه کسایی که در سر زنا ظلم میکنن. خداوند نفله کنه، یعنی از مرد است از مردی بانه که در سر زنا ظلم نکنن. ظلم نکنین که تناب ظلم زود پاره میشه، یعنی تناب هرچی کش کنی زودتر پاره میشه. مردای افغان ظلم نکنین در سر زنایتان، یاد بگیرین داستانا را ببینین، یک کمی در خودتان بیاین که چی کردین و چی نکردین. خب خواهرای دوست داشتنی من، خدا حافظتان تا برنامه دیگه من که بازم با شما باشم. خدا یار و نگهدار شما خوبان، دوستتان دارم.